سلام، به جلسه 18 دوره آموزش زبان پایتون خوش اومدید. توی این ویدیو میخوام در مورد دو تا موضوع باهاتون صحبت کنم، یکی سواب کردن وریبل ها و یکی هم اری لیست ها. بریم ببینیم که چجوری میتونیم باهاشون کار کنیم. خب اولین چیزی که میخوام بهتون نشون بدم بحث سواب کردن وریبل هاست، یعنی که مقدار دو تا وریبل رو با هم دیگه جابجا کنیم. به صورت عادی باید اینطوری عمل کنم، مثلا میگم a مساوی 10، یه متغیر دارم بسیم بی که مقدارش 20 هست. حالا من اینجا میگم که پرینت کن این عبارت رو، بگو a مساوی str a و b مساوی str b که توی خروجی مقادیرش رو به من نشون بده، که اینجا به من میگه که a مساوی 10 و b مساوی 20. اینو اگر که به این صورت بنویسم میخورده واضح تر میشه. مقدارم اینطوریش کنم و این رو هم اینطوری که خروجی بهتری داشته باشه، که خروجی به این صورت میشه. حالا من میخوام مقدار اینها رو با هم دیگه جابجا کنم، یعنی نتیجه خروجی بشه a مساوی 20 و b مساوی 10. برای این کار من نیاز دارم که یه دونه متغیر سوم داشته باشم، مثلا به اسم c، که بگم مقدار a رو داخل c قرار بده و حالا مقدار a رو تبدیل کن به مقدار b و در نهایت مقدار b رو مساوی مقدار c قرار بده. خب کاری که اینجا انجام شد به این صورتی که من به صورت موقت مقدار a رو داخل متغیر c ذخیره کردم، بعد مقدار b رو توی مقدار c ریختم، بعد مقدار b رو توی مقدار a ریختم و در نهایت از توی متغیر c مقادیر رو خوندم و توی متغیر b جایگزین کردم و نتیجه خروجی به این صورت میشه که میبینید که مقادیر جابجا میشه. ولی توی پایتون روشی وجود داره که به سادگی و توی یک خط میتونم این کار رو انجام بدم و اون هم به این صورته. اینا رو کلا پاکشون کنم. کافیه بگم متغیر a کاما متغیر b مساوی متغیر b کاما متغیر a، که به این صورت میشه. اسم متغیرها رو به ترتیب مینویسم، مساوی و به صورت معکوس اسم متغیرها رو دوباره مینویسم. حالا اگر که اینو اجرا کنم میبینید که نتیجه دوباره به همون شکل انجام شد و مقادیر سواب شد. این تکنیک عملا همون آنپکی است که توی جلسات پیش بهتون گفتم، که به این صورت هم میتونیم متغیرها رو مقداردهی کنیم. مثلا من میتونم بگم که اینا رو پاک کنم، بگم یه متغیر دارم به اسم A، یه متغیر دارم به اسم B که مقادیرشون هست مثلا 10 و 20. به این صورت هم میتونم مقادیر رو مقداردهی کنم، که اینجا توی خروجی میتونیم مقدارش رو ببینیم. توی جلسات پیش یاد گرفتیم که لیست ها چی هستن و چجوری میتونیم ازشون استفاده کنیم و توی زبان پایتون کاربرد های خیلی زیادی داره. حالا چیزی داریم به اسم اری که تقریبا شبیه به لیسته ولی تفاوت های خاص خودشو داره. اولین تفاوتش اینه که پرفورمنس بسیار بالاتری نسبت به لیست ها داره. لیست ها با توجه به اینکه هر دیتا تایپی میتونیم داخل اون ذخیره کنیم، در صورتی که آیتم های داخل لیستمون خیلی زیاد بشه، مثلا 1000 تا 2000 تا 10000 تا آیتم بخوایم داخل یک لیست قرار بدیم، پرفورمنسش به شدت افت میکنه. ولی اگه بخوایم همچین لیست های خیلی بزرگی داشته باشیم، بهتر اینه که از اری ها استفاده کنیم. تفاوت اری ها با لیست ها اینه که دیتا تایپی که داخل اری ها قرار میگیره از یک نوع فقط میتونه باشه و موقعی که اری رو تعریف میکنیم حتما باید دیتا تایپ اون رو مشخص کنیم. خب حالا بریم یه نمونه انجام بدیم تا بیشتر باهاش آشنا بشیم. اولین کاری که باید بکنم اینه که باید اری رو به فایل پایتون هم اضافه کنم. به صورت پیش‌فرض فایل پایتون اری رو نمی‌شناسه. برای اضافه کردنش باید به این صورت عمل کنم. می‌نویسم from array import کن اری رو. به این صورت میتونم اری رو به فایل پایتون هم اضافه کنم و از این به بعد میتونم ازش استفاده کنم. خب برای تعریف کردن اری به این صورته. اسم متغیر بهش میدم، مثلا اسمش رو میذارم numbers مساوی عبارت array و پرانتز باز. اینجا دو تا پارامتر ازم میخواد. اولش اینه که میگه یه تایپ کد به من بده و یه دونه لیست. خب تایپ کد چی هست؟ تایپ کد در واقع یک استرینگ یک کاراکتریه که مشخص میکنه که دیتا تایپی که قراره توی array قرار بگیره چی هست. برای اینکه لیست تایپ کد ها رو داشته باشیم کافیه توی گوگل تایپ کنیم پایتون تایپ کد و اولین لینکی که میاد رو کلیک کنیم. لیست کل تایپ کد هایی که میتونیم استفاده کنیم رو اینجا توی جدول میبینیم. هر دیتا تایپی که خواستیم استفاده کنیم کافیه از این تایپ کد ها براش استفاده کنیم. مثلا لیستی که من میخوام استفاده کنم اینتیجره، پس از تایپ کد آی کوچیک استفاده میکنم.
که اینجا باید به این صورت تعریفش کنم، میگم آی و حالا یه دونه لیست بهش میدم، مثلا میگم 1 2 3 4 5 و در نهایت هم پرینتش میگیرم. اینو که اجرا کنم نتیجه خروجی به این شکل اینجا نمایش داده میشه. متد هایی که روی اره وجود داره، مثلا برای اضافه کردن آیتم از insert استفاده میکنیم، از append استفاده میکنیم و تمامی فانکشن هایی که برای لیست استفاده میکنیم روی اره ها هم وجود داره و میتونیم ازشون استفاده کنیم. برای حذف کردنش از pop، از remove و چیزایی از این دست میتونیم استفاده کنیم. مثلا من میتونم بگم که numbers.append و مقدار 60 رو اینجا بهش بدم که نتیجه رو توی خروجی میتونیم داشته باشیم که مقدار 60 بهش اضافه شده. و همونطور که اول جلسه گفتم، تفاوت اره ها با لیست ها اینه که دیتا تایپی که توش قرار میگیره فقط باید از یک نوع باشه. مثلا دیتا تایپی که اینجا تعریف کردم از نوع اینتیجر است، یعنی صرفا اینتیجر میتونم بهش پاس بدم. حالا من میام اینجا مثلا میگم که یه دونه فلوت بهش اضافه کن، 60.2 میشه فلوت. اینو که اجرا کنم میبینی که به من خطا میده، میگه آبجکتی که داری اضافه میکنی فلوته، در صورتی که باید از نوع اینتیجر باشه. برای دسترسی پیدا کردن با آیتم های اره هم دقیقا مثل لیست ها عمل میکنیم. میگم که پرینت کن نامبرز خونه دوم رو که اینجا میتونیم داشته باشیم که مقدار 3 رو برمیگردونه. ممنونم که تا انتهای ویدیو با من همراه بودین. اگه این ویدیو براتون مفید بود حتما اون رو لایک کنین و با دوستاتون هم به اشتراک بذارین. منتظر نظرات و پیشنهاداتون توی کامنت ها هستم. این ویدیوهایی که بهتون پیشنهاد میکنم از همین کانال، اگه دوست داشتین اونا رو هم تماشا کنین.